بسم الله الرحمن الرحیم. شمس الحق هستم، استاد بیولوژی تان. سال تعلیمی 1399 را به همه شما تبریک گفته، خدا کنه که سال خوب و خوش داشته باشیم. موضوع ما و شما طبقه بندی موجودات زنده یا Classification of Living Organism هست. مضمون بیولوژی است، فصل اول است، صنف 8. خب پیش از اینکه بالای موضوع بحث کنیم، طبقه بندی موجودات زنده، شما در صنف 7 انواع مختلف موجودات زنده را خوانده بودیم که زیادتر در او نباتات بود، طبقه بندی نباتات بود، انواع مختلف نباتات بود، مثلا نباتات یک مشیمه‌ای، دو مشیمه‌ای و غیره، همچنان از نگاهی که زایلم فلویم داره، ویایی، غیر ویایی و غیره شما خوانده بودیم. در صنف 8 شما موجودات زنده میخوانید، اما زیادتر ما و شما سر حیوانات میپردازیم. فصل نباتات هم وجود داره، اما زیادتر سر حیوانات در این صنف بحث میشن. خب اولین مبحث ای است که طبقه بندی چی است؟ طبقه بندی چی است؟ اهمیتش چی است؟ چرا باید موجودات زنده طبقه بندی شود؟ و اگر طبقه بندی نباشه چی مشکلات به وجود می آید؟ تاریخچه طبقه بندی است؟ بالاخره طبقه بندی جدیدی که فعلا جریان داره کدام است؟ این را میخوانیم. طبقه بندی به خاطر مهم است که فرض مثال اگر شما در مغازه میوه های خشک برید، میبینید که هر میوه خشک در یک الماری خاص منظم مانده شده. و یا مثلا اگر شما میرین در یک دواخانه، میبینید که دواهای مختلف نظر به تاثیراتش، نظر به استفادهش، یا نظر به نامش، یا نظر به فرمولش در الماری های مشخص مانده شده. مثلا دواهای درد، دواهای ضد فشار، دواهای ضد میکروب ها، پرازیت ها و غیره و غیره. خب اگر قسمی نباشه، اگر یک کس یک نسخه را میبره و میخواه که دوا را بگیره، پیدا کردن دواها بسیار مشکل میشه برشان، یافتنش مشکل میشه. همچنان اگر شما در یک مغازه سبزی فروشی میرین و در اوج اگر سبزی ها در یک کرتای مشخص در الماری های مشخص مانده نشده باشه، با یکی دیگر مخلوط باشه، میبینین که خراب میشه، یافتنش مشکل میباشه. پس همی است که طبقه بندی به خاطری که ما موجودات زنده را بشناسیم، در رابطه با آنها تحقیق کنیم، در رابطه با اضرارشان، در رابطه با فوایدشان معلومات پیدا کنیم، باید موجودات زنده طبقه بندی شن. که اولین بار طبقه بندی 2000 سال قبل توسط یک دانشمند به نام یک فیلسوف یونانی است به نام ارسطو یا ارسطوتل، این تمام موجودات زنده را به دو بخش تقسیم کرد که یکی از دو بخش ها بخش حیوانات است و دیگر نباتات. ارسطو گفت که تمام موجودات زنده یا حیوان هستند یا نبات هستند، از این دو کتگوری خارج نیستند. بعدا حیوانات را به سه بخش فرعی تقسیم کردند که یکی از او مثلا حیوانات است که در خشکی زندگی میکنند، حیوانات هستند که بحری هستند در آب زندگی میکنند، و پرواز کننده هستند که شامل پرنده ها هستند، یعنی به اساس محیط زیستشان، محیط زیست هر کدامشان فرق میکنند. و نباتات را به اساس سایزشان به سه بخش تقسیم کرد که نباتات کوچک هستند به نام علف ها یا گراسس، و بوته هاست که پلانتس گفته میتونیم، و از او که سایزش بزرگتر است به نام درختان یا درخت ها یا تریز هستند. به مرور زمان، زمانی که این چندین صد سال دوام کرد این طبقه بندی، یک موجود جدیدی که کشف شد به نام یوگلینا، یک موجود ذره‌بینی است. زمانی که یوگلینا کشف شد، طبقه بندی ارسطو رد شد، به خاطر که یوگلینا یک موجودی است که همزمان خواص نباتی داره، خواص حیوانی داره. خواص نباتیش چی است؟ خواص نباتیش این است که رنگش سبز است و همچنان عملیه فوتوسنتز یا فوتوسنتزیز را اجرا کرده میتاند، که خاصیت نباتی است. خاصیت حیوانیش چی است؟ خواص حیوانیش این است که یوگلینا از طرف شب شکار میتاند، یعنی زمانی که چون عملیه فوتوسنتز از طرف روز اجرا میشه در موجودیت نور آفتاب، زمانی که شب اینا به غذا نیاز پیدا میکنن، مجبور میشن که شکار کنن،
یعنی دیگه موجودات زنده را بخورن. این خاصیت حیوانی است. همچنان به خاطر شکار یا خوردن حیوانات دیگر اینا مجبور هستند که حرکت کنند. حرکتشان قابل مشاهده است. یعنی نباتات هم حرکت داره بدی، اما از یک جای به جای دیگر نمیرن. اما این یوگلینا میتونه که لوکوموشن کنه، از یک جای به جای دیگر تغییر موقعیت کنه. پس در این صورت یوگلینا رو ما گفته نمیتونستیم که حیوان است یا نبات است. همین بود که کشف یوگلینا باعث ازی شد که طبقه بندی ارسطو رد شد. بعدا در سال 1735 میلادی دانشمند دیگری که از سویدن بود، سویدنی بود، به نام کارلس لینیس، کارلس لینیس یا به نام لینا هم مشهور است، عالم سویدنی است. این دانشمند طبقه بندی جدیدی را ساخت که تا به حال از این طبقه بندی استفاده میشن. لینا سه کار را اجرا کرد. اولین کارشان ای بود که عالمی لینا سه کار اجرا کرد. اولین کارشان ای بود که برای تمام موجودات زنده یک نام علمی ساخت، scientific name ساخت. دوم ای بود که شش عالم ساخت، تمام موجودات زنده را به شش عالم طبقه بندی کرد. و سیوم کارشان ای بود که هفت سویه طبقه بندی ساخت که ما و شما سرزی بحث خواد کردیم. خب نام علمی یا scientific name برای هر موجود زنده ساخته شد که نام علمی به حروف انگلیسی نوشته میشه، اما به لسان یا زبان یونانی است. اصلش یا اساسش یونان است، مگر از حروف انگلیسی استفاده میشه. هر نام علمی از دو بخش ساخته شده که یک شمیگه جنس و دیگه شمیگه species. جنس یا جنس بخش اول نام علمی است و species یا بدری نوع گفته میشه این بخش دوم نام علمی است. جنس به حرف کلان انگلیسی نوشته میشه و species به حرف کوچک انگلیسی نوشته میشه. مثال هایش هم میگم، مثلا نام انسان است به انگلیسی human، اما به لاتین است homo sapien، که اینجا زیر homo و sapien یک خط باید کش شود. homo جنس است و سپین نو است. حرف اول به انگلیسی کلان نوشته میشه، دیگه حرفاش خرد نوشته میشه. یا مثلا گل گلاب است که به انگلیسی روز برش میگن، اما به لاتین نام علمیش روزا الب است که در این قسمت روزا جنس است، الب نو است. یا مثلا مرچ سبز است که ایره نام لاتینیش است کپسیکم انم، که اینجا کپسیکم مسی کلان نوشته کردم، اینم خورد، یعنی این جنس است و این نوع است. همچنان دیگه مثال هایش هم در کتاب است، شما میتونید ببینید. مثلا پشک گفته که فلسکاتس، یا مثلا گرگ گفته کنس لوپس و غیره و غیره مثال هایش است. خب این بود درس امروز ما و شما. انشالله ادامه شه فردا با شروع میکنیم. اگر کدام جای سوال داشتین یا مشکل داشتین، میشه که از طریق واتساپ یا تلگرام با ما به تماس شوین. و کار خانگی شما امروز کم است، فقط امی درس مرور کنین و حفظ کنین.